بانگ نام و خوشی و سرفروزی تر و توزه رو در مملکت فاصله چند است که مردم شرفمند دیار به همدیگر تهنیت و مبارکباد میگویند. این پیروزی نه که برای او، برای اهل این سرزمین دیرپا و دیر انتظار بود، چرا که از سر قصد و مرام خویشتن نگذاشتن و نیز تن به تسلیم شدن ندادن کار هر آنچه‌منچه مرد نیست. این قهرمان شهرتیار ما یک بار و دوبار چی که چهار مرتبه در مرحله نهایی عنوانجویی قهرمانی گیتی مبارزه برده و به تدریج نشان نقره یا مقام دویم را به نامش اختصاص داده است. خدا هم که خواست و خواهش و التجا و درود و نیایش صمیمانه اش را بشنید با امدادش رسید و این بار مرتبه پنجم در نفسهای واپسین هنرنمایی در مرکز میدان قهرمانی با سرافکنده کردن همتا و هماورد سرسختش پهلوان سرشناس روسیگی خیرتک سیان که عنوان قهرمان جهان را درست کامگار شد و با آرزوهای آن ساله دلش که دست کم 20 سری سال برای همین عنوان یعنی قهرمان جهان در رشته سامبو رسید و بر مقام اول بر شد و نشان زرین را زیبنده گردنش ساخت. کنون می سازد و می ارزد که بگوییم حلالت بود ای مرد خدا داد. در حقیقت هم تلاش و مبارزه پشت سر میگردد اکمل یک حرکتی دیگری سری کیت رو استفاده و در حقیقت هم یک تلاش بود، یک مبارزه بود که واقعا هم صحیفه تاریخی بود. به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافت. تلاشش تا به ثانیه های آخر، هرچند که اینجا امتیاز را هم به دست ناورده باشد، چون فرصت مناسب و دریافت آن امکانیتی خیلی مناسب آرزوهای 30 ساله این پهلوان جامعه عمل پوشید، ورزشگری که محبوبیت و معروفیت خاصه و این پیروزی را به مردم شرفمندی تاجیکستان مبارک میگویم و واقعا منتخب سمبوچیان وطن از این معرکه و میدانداری پرشکوه که قهرمان نوبتی مرکزی این حوادث خوش قهرمان نقل نمایش ما اکمل‌الدین کریموفی قهرمان دنیا می باشد، در لب تبسم و در قلب یک عالم شادی از هواپیمای حامل قهرمانکش به زمین اجدادی خیش پانی هدند و غیره و غلغله و سرور و فرح تمام افکندند و خرد و بزرگ را قایل و مویل نمودند. اه صد احسن و آفرین اکمل‌الدین عرش برین.
اعتنا به رزم های رزینش، عزم و اراده متینش و برز و بازوی قوی و آهنینش در عرصه نامجویی و وطنخواهی نه تنها ملت تاجیک بلکه به اندیشه ما تمام رقیبانش کایها به دل قهرمان انگشتند و به زوراوریش تن دادند، چرا که در رشته گوشتی سمبو در وزن 57 کیلو تا هنوز مردی او کسی را یکسره در جهان نبود و نیست. این که در میدانداری های زیادی فراجهانی به حکم داوران کجرو و کجندش و حقبازی مسئول و مشغول معرکه ها نشان تیلا را به او روانه شمردند، جرم و تقصیر او نیست که پهلوان تاجیک را از سیکه تیلای قهرمانی محض بی‌عدالتی آنها نه یک بار و دو بار به ناحق به نصیب گردانیدند. در حالی که نوارهای موجوده میدانداری های اکمل دین قهرمانی او را 100% تصدیق میکنند، اصلا از این شعبده بازی های و کینه‌توزی ها در برابر خود او رنج های روانی زیادی را در تار و پودش هم که می آزمود پیش کسی و خسی آن را آشرف و روشن نمی ساخت، ولی نیش ناخون پیخوره داوران نصحه ملاحظه بیشتر جگر مادرش را ابگار میکرد که او ته به ته از این حکم ناروای داوران زرکور حد ناشناس که در قبل فرزندش رقم زده اند به جای اشک میریخت و تدریجان میسخت و میویرجید و آب و ادا میشد. از این لحظه حساس و هیجان و تقدیر ساز دیگر برایش چیزی نیست. در حقیقت هم پرافشانی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در این روزهای خیلی فرابخش که بعد چند روز ما روزی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان را استقبال میگیریم، روزی پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان را هم با تنتنه استقبال میگیریم و پرچم ما در مسابقات قهرمانی جهان در کشور همسایه ازبکستان پرافشان میشود که واقعا هم این عید و این شرف و این واقعا هم یک هویت بزرگ وطنداری را بار دیگر در قلب این چهره قوی تر کرد. ما کوشش غیرت میکنیم که اکمل دین را دستگیری کنیم که همه باز تمرین های خود را باز نخسر خوب تر کنه. من دوام میگیرم و چجان من میرم گفتم بعد من انم خیلی میرزم که تیمی چیده باشم خیلی کاری خدا که چیده کشم میرم که نمیخیر میزنم نمیتینش چور پنج برشت دست میزنم نمیتینش خیلی نگاه میکنم نمیتین این نمیخیر میغتانش نگاه پرشال نمیبرم هنچی چکو کنم بعد میگن که غم نخور غم نمیخوری فرزنده. یک دفعه من همچون دووری درجه بین المی صفت اولی در چمپیونات های جهان من دووری میکردم و از پشت من همین جنجالی که با هم امیل رشید کردیم من از دووری روندن گویم خطا نمیکنیم برای همین جنجال برای ناحقی دیگر راه دیگر نیست پیشی سردوار و پیشی رئیس فدراسیون من بین المللی پریزیدنت فدراسیون سامبو جهانی شکایت کردیم در مسابقه های دویم در همه چمپیونات های اشتراک میاد پریزیدنت لیکن هیچ چاره نیست رئیس کمیسیای داوران فدراسیون بین المللی حضور دارد شکایت میکنیم هیچ من دعوی نمی آورد بعد اخیرون واریانت شمی بود که من امن ایمیل یک جدی رنجم این یک بسیار فرزندی برومند تاجیک است که من همین قدر سالهای طولانی قریب تایی 20 سال میشد که در سطح بین المللی قوازمایی میکند، کوشین میگیرد، ماندشوی را حس نمیکند با در نظر داشت آن که علاقه تمام مردم میدوند که در مسابقه های بین المللی من چخیل نحقیان بعضا روی میتید میگویند که قهرمان مغلوب نمیشود قهرمان را زمان، اطراف، محیط، سین ساح مغلوب میکند اکمل‌الدین کریموف
پنجم یانوری سال 1990 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. 14 کرات قهرمانی تاجیکستان 10 بار میان کلانسالان، 2 مرتبه در حلقه جوانان و 2 راه دیگر میان نورسان، 2 پای قهرمانی آسیای میانه در سالهای 2009 و 2010، قهرمانی جهان بین نورسان سال 2008 در شهر تاشکند ازبکستان، قهرمانی جهان بین جوانان سال 2009 در شهر ساموکوف، 6 مرتبه غالب مسابقات بین المللی، 5 دفعه برنده جام جهان، 2 کرات قهرمانی جهان بین ستاره‌های سامبو در سالهای 2009 و 2011 در شهر تاشکند، 3 بار در رده‌بندی جهان در سالهای 2012، 2014 و 2017 جایگزین زینه اول، 5 راه قهرمانی آسیو، 1 مرتبه میان جوانان و 4 دفعه میان نورسان، قهرمانی بازی‌های آسیایی در سال 2017 در اشکاباد ترکمنستان، 6 بار برنده نشان‌های نقره و برنجی چمپیونات جهان میان کلانسالان سالهای 2010 تا 2018 در شهرهای تاشکند ازبکستان، ناریتا ژاپن، مینسک بلاروسیا، کاسابلانکا مراکش، سوچی روسیه و بوخارست رومینیا. استاد خدمت نشان داده جمهوری اوید باسامبو، استاد درجه بین المللی، اویلادور، صاحب یک فرزند. پنجم یانوری سال 1990 در محله بودیان ناحیه شاهمنصور پایتخت در خانواده مردی از تبار گذشتگان فرهنگ سالار خیش عبدالستار کریموف صدا و ندای شیربچه دیگری بلند شد و با قدم مبارکش اهل خانواده را به شادی و فرهمندی کشید. سران خانواده با پیران روزگار آزموده و تجربه سوده سر مصلحت و مشورت نشستند و نوزاد را اکمل دین نام دادند. در گذوره روزها و ماها و سالها که چون همیشه فراز و فرودها و فراغ و فروغها را به ترکیب داشت، اکمل دین تدریجان چون بزرگ می شد، از خود چون یک بچه شوخ و بسکون و بقرار درک می داد. سنفی پنج، شش بود، پنج بود، هشمه کرد. مایده بود، هشمه کرد. شما بیشتر کمکش میکردیم؟ ای همه که کمکش میکردم که فقط اقفوش میگشتم که ها اقمال جون بگایوش میشین میرفتم سری افتاب میرفتم هم موشی نداشت کنی گو میکردم فقط اقفوش بزنم گریه هم میکردم اقفوش خشو برای سال برای بزن توزی رو اومده میخیرشید. در برابر همسالانش به دبستان می رفت تا از سواد و دانش برخوردار باشد، ولی در عمق دلش اخگرک هوا و هوس گاه و ناگاه دل می زد و فکر و ذکرش را به دنیای دیگری می کشید و می برد. اینه که به داد 10 سالگی قدم نهاد که قبلگاهش اکمل‌الدین جان و جگرش را بدون کدام یک شرح و تفسیر پیش پهلوان بزرگ ونجی محمد شریف سلیمانوف برد. از این اقدام پدر اکمل‌الدین را دلش آب خورد و با یک اشتیاق گرم و صمیمی خود را به گرودار پهلوانی تسلیم و تقدیم ساخت. طول 15 سال تحت رهبری استاد محمد شریف سلیمانوف من مشق و تمرین کردم. خیلی زحمت های استاد برای ما زیادن، مهنت ها و زحمت های استاد زیادن، نسبت ما غمخواری زیاد میکردن که ما به همین درجه های بلند ورزشی نایل گشتیم. وقتی که سال 2016 استاد محمد شریف سلیمانوف به نفقه برآمدند، من تحت رهبری استاد دولت خوجا رحیموف مشق خود را دوام دادم و تا حال دوام داده ایستادم و استاد دولت خوجا رحیموف با ما خیلی این نوزکی های نمود گوشیم سمبو را می آموزن و تا حال ما این نمود را دوام داده ایستادیم. بر اثر شکنجه های روانی چند ساله بانو عایشه بالاخره سال 2012 در پای مریضی مزمن سکته مغز سر در قید درد جانگزای و جانسوز فلج افتاد و از دست و پا زدن چی که از زبان گویا محروم موند. بیچاره مادر مشتیپر همکنون زبانش لال، حتی یاروی با دعا و درود و با مرکه های محتشمترین داخلی و خارجی هدایت کردن جگربندش را نداشت، بجز از گریه های پشیمانی بر اثر زهروه درد بدرمانی که در نشیمن خلوت بیماری می گریست و غم درونش را تو گفتی
برون میکشند. هفت سال، هشت سال شد من خسید. همین وقتی که میرم خرسندم، وقتی میبینم اون تلویزیون رو میبینم زیغ میشم. زیغ میشم، خیلی میشم. همین زیغ شدم، زدم دابله نگه دیدم. برای چی زیغ شدیم؟ برای اقمدین. اخه می برای چه نمیتیم برشا. دیده شدم که چه خیلیت میکنم. این همین برو برو من. من مادرشم تولی چند سال است که از دستی امین من امین نواقه ها دولینی زد و من فشارش بلند شد و زیر یک طرفی بدن کار نمیدند چند سال است. خب باید خیلی فرزند است. برای فرزند ما شاگرد نویا دلمون می سوزد. پدر و مادر باز بسیارتر می سوزد. اگر همه آدم خودش شوق داشته باشد در ورزش خودش حرکت کنه اوجه خودش معلومه که همه آدم با مقصد خودش میرسد. مریضی مادر مهربخشو کم بود که سال 2013 اکمالدین را باز یک امتحان صعب و سخت و سنگین آزمودن لازم آمد، چرا که فرشته بی‌رحم مرگ با سراغ پشت و پناهش، متکای و قبلگاهش، پیری راهنمایش، پدر مهربانش رسید. در گذشت نابهنگام پدر عافیت آسایش را در فضای خانواده به هم ریخت. این شکست اندر شکست تا دیرها وجودش را می فشرد و قامتش را خم می کرد و چشمانش را مولومول از شروعه غم. نه روشنی و نور را می شناخت و نه راحت و حضور را در قید زندگی بدون پدر. وقتی که از جمبوری به مسابقه ها می رفت پدگر دولت ها تا همه آمدن ویم من یک کلو دو کلو خراب می شدم. سال 2013 ماه دکبر بود که به بیماری گرده یک بار امخیل بیمار شد و ما به بیمارخانه بردیم پدر را و متاسفانه در بیمارخانه از دنیا درگذشت. فقط قفای اقمالدین بود. همین مرده که ناز بود که همین حشش در اقمالدین. بچم چود برا بچم مشق بچم خشوک کودک بود که سمفی دوسی آوردش پیشی من که همین تربیه کردیم. من بسیار شوق حواظ داشت نسبت مخلصی سخت میکرد، بسیار تا حتی گریه میکرد که وقتی در آینه نیلگون قو همون سبقت هایی رو تماشا میکرد و بدیده میکرد، ولی صد حیف وی اولو نیست. بعد آشنایی با این دستموزه‌های بی‌ندید و بی‌نظیر آیا می‌شود که او را در وزن خود قهرمان واقعی مطلق جهان نام نبرد و با احترام و اعتقاد و اعتبار و اخلاص در برابرش ارج نگذاشت؟ بسیار آدم ها کوشش می‌کردند که شاید اولین با اکمالدین هم حواس می‌خورد با اکمالدین گوشتیم گیرد و فکر نمی‌کردند که اون بچه اگر چندی که در وزن خیلی سبک هم که گوشتین بگیرد از جهت صفات های جسمانی از دیگر دانشجویان فرق میکرد. اکمالدین از همون زمان ببینید که من فکر میکنم امروز در بین پهلوانان گوشتینگیران شناخته جمهوری از این زمان یکی از پهلوان های هست که از همه طولانی زیادتر سالهای سال امثال ببین که در سطح بین المللی و چی در جمهوری از این زمان سبقت ها گذارونده است، زحمت کشیده است، نام تاجیکستان را در جهان برآورده است. که دیگر قدم به قدم و نفس به نفس همچو سالی که سرسپرده ثابت قدمی مذهب پهلوانی خستگی نپذیر مشق و مهارت می نمود و به کلواری هنرش اصول و بند و دواهای مختلف را تحت رهنمود استادش می افزود. با گوشتی سمبو در حیات اشتیاق دل بست.
آهسته و آهسته و همواره و پیوسته پیری کورش محمد شریف سلیمانوف با او میدان میداد تا آموزه های ضمن مشق و تمرین ها فرا گرفته اش را در معرکه ها بیازماید و قفل چون و چراها را بکشاید. سالهای پیشین معرکه های گشتی در جشن و مراسم های امسال نوروز و سال جشن های تاریخی و هم معرکه های مردمی او وارد زورآزمایی میشد. بدیناسو پهلوان نقل نقل ما در چمپیونات های جمهوری تا 18 سر سال گرویشش در رشته سامبو 14 بار عنوان قهرمانی تاجیکستان را به نامش اختصاص داد که از گیرودار و چسب و تلاش های زیادی تا قد شکن عبارت است. گذشته از او با اقرار اکثر کارشناسان و کردکاران صاحب مکتب در این وزن او واری پهلوان بزرگ و برومند با تدبیر را تاریخ گشتی کم اندر کم یاد می دهد. در طول این قدر سالی که محنت کرده است به این درجه رسیده است، از اکمل الدین ورزشگری پیشتر در تاجیکستان نیست. بگذار دیگرها چمپیون شده باشند، هم خواجه‌زاده و هم خوشقدم و واگذار، لیکن در عموم اگر گیری این خیلی ورزشگر در تاجیکستان نیست، چون چندین دفعه سزاوار جای دیوم گشته است، بسیار دفعه جام جهان بریده است. مسابقه نیست در دنیا که این نبریده باشه، فقط چمپیونات جهان در بین کلون سالون از دیوم جا بالا نمیرود. اکمل الدین کریموف از دوره نوراسیاش مشق خوب میکرد، در مسابقه های بین المللی اشتراک میکرد و پرچم جمهوری تاجیکستان را از دوره نوراسیاش در مسابقه های بین المللی اشتراک کرده پرچم جمهوری تاجیکستان را بلند برداشت. اکمل الدین کریموف بعد ختم مکتب میونه رقم 20 به دانشکده تربیت جسمانی به نام سید مومن رحیموف شامل شده، معرکه و میدان دانش اندوزی را بدون مشکل پس سر نهاده، نشان و خط و چک تحصیلات عالی را بعد 5 سری سال دریافته است. بسیار یک بچه حلیم، یک بچه ملایم، یک بچه که در بین دانشجویان با اخلاق حمیده خیلی فرق میکرد. از روزهای اول دانشجویش در بین دانشجویان با یک ادب خیلی فرق کننده گشتار میکرد. سالهای اولی که در دانشکده در بین گروه ها، در بین بخش ها، فکولتت ها مسابقه های داخلی دانشکدوی میشید، اون وقتا اکمل الدین بسیار آدم ها کوشش میکردن که شاید اولین با اکمل الدین هم حواس میخورد، با اکمل الدین گوشت میگیرد و فکر نمیکردن که اون بچه اگر چندی که در وزنی خیلی سبک هم گوشتین بگیرد، از جهت صفات های جسمانی از دیگر دانشجویان فرق میکرد. اکمل الدین از همون زمان ببینید که من فکر میکنم امروز در بین پهلوانان گوشتینگیران شناخته جمهوری از این زمان یکی از پهلوان هایی هست که از همه طولانی زیادتر سالهای سال امروز ببین که در سطح بین المللی و چی در جمهوری از زمان سبقت ها گذارونده است، زحمت کشیده است، نام تاجیکستان را در جهان برآورده است. اگر پهلوان ها فرض کردیم که دو سه من چمپیونات های جهان اگر پای در هم روند ماندشوی را حفظ میکنن، اکمل الدین بسیار یک بچه وطن دوست و این قدر با تمکین هست که علاقه اگر از یک سبقت های جهانی رو اگر ما پیش رو بیاریم، سه مرتبه از چمپیونات جهان یک مرتبه جای سیم و سه مرتبه جای دیم آورده است. اکمل الدین ضمن میدانداری ها به خزینه‌اش نشان و جایزه ها ضمن نمود. در این پیشه موفق آمد و دو راه سال 2008 میان نورسان و سال 2009 میان جوانان عنوان قهرمانی جهان را مربوط نام خود ساخت. این نوید نوی نشانمندی حلقه هوادارانش را به غایت غلغله و غریو تحسین گویی برانگیخت که تو گفتی نه یک در تولور بلکه زمین و زمان شدی شریک این پهلوان تاجیک تبار اشکای خورسندی می ریختند، چرا که هیچ کس حتی در بهترین انگاره های خود در برابر یک پهلوان نوخواسته سرزمین تاجیک بر شدن بر تخت بلندترین فرادونیایی را حد سفال نمی زد. اما او این افسانه را به حقیقت تبدیل داده بعد از جهان پهلوان سید مومن رحیموف
و خزینه دستاوردهای تاجیکستان نشان طلای در انتظار و دیرپا را اهدا نمود. پیش از خواجه‌زاده بهروز اکمالین بین نورسان چمپیون جهان شده بود و یکمین چمپیون جهان بین جوانان در شهر نیژنی نوگورود سایچویف اکبرشو شد. بعد سایچویف اکبرشو بعد 17 سال دیمین آدمی که اکمالین کریموف چمپیون جهان بین نورسان شد. اینم یک خرسندی مو خلق تاجیک بود که در یک مسابقه یک بار دو چمپیون جهان شد از تاجیکستان بین جوانان. روح بلند و مفتخر از این کامیابی او پیش خود قول و قسم کرد که با تمدید کارنامه شایسته‌اش قدرت دارد. به نهایت مصیبت دشوار است وقتی که پدر از دنیا می‌گذرد. خیلی فرزند شکست میخورد رو افتاده میشود. به نهایت دشوار است ولی تقدیر است و باز ما صبر کردیم، طاقت کردیم، باز همین راه را پیشگیری کردیم و دوام دادیم. Красной форме Ислам Гасымов, представитель Азербайджана. В синей форме Акмалетдин Каримов, представитель Таджикистана. این بود که سال 2012 هم برای باری نخست در چمپیونات جهان میان بزرگسالان شرکت ورزید. مکان معرکه مذکور شهر مینسکی کشور بلاروسیا بود. در رقابت نهایی اکمالدین با پهلوان توانای آذری اسلام گاسیموف اندر نبرد بانگ نامجویی شد. بعد ختم فرصت مقرری میدانداری داوران برنده رقابت پهلوان تاجیک اکمالدین را اعلان میکنند. اما دریغ از این که برغم آیین جوانمردی و عدالت پروری با بهانه و دلیل و دستک بافته و سوخته روی خود را با نمکاب شسته حریف اکمالدین را دست بالا دانستند. نه تنها جریان رقابت بلکه گزارشگر روس هم حتی تاکید و اشاره به غیر منصفانه بودن حکم داوران میکرد و میگفت که قرار آنها حقیقت مطلق نیست. اکمالدین خود و هوادارانش نیز این نابحقی را میدانستند و جز اشکای پشیمانی ریختن در برابر داوران حدناشناس علاج دیگر نداشتند. این زایه گران جبران ناپذیر بود نه تنها برای اکمالدین بلکه به فکر ما به شأن و اعتبار گوشتی سامبو نیز لطمه زد و داغ ننگین آورد. کاش این مزیت استثنایی بودی برای پهلوان ما، اما نه که باز هم آن را در برابر او ضمن معرکه های دیگر روا شمردند. وقتی که من با در آخری فینالی راه یافتم با پهلوان آذربایجان قوازمایی کردم، در از همون سال آخری فینالی را داور بالای گلین داور از جمهوری قزاقستان بود و وقتی که من غلبه به دست آوردم حساب خالهای ما 3-3 شد و یک فعال پهلوان آذربایجان گرفت، یک فعال من، کدام نفری که فعال آخران رو به دست بیارد غلبه به دست میارد و همین سبب اعلان کردن من قهرمان جهان و غلبه را به من دادن. من از میدان بیرون شدم، با مراتبه دیوم دعوت کردن، غالبیت را با پهلوان آذربایجان دادن. در شهر مینسک اکمالدین کریمو به همه حریفان خود دست بالا شد، دست بالا شد، لیکن از طرف بی‌عدالتی داوران وقتی که اکمالدین قهرمان جهان شد دست اکمالدین را داوران بلند برداشتند. در این موبین
намояндаи Озарбойжон ба фикри ман намояндаи Озарбойжон омадани дар ҳамҷа ман кардан як фаъол зиёти навистан барои варзишгари Озарбойжон агар хатои накунам ба фикрам варзишгари Озарбойжон буд баъди чанд як чанд дақиқа Акмалиддинро ба майдон даъват карданд ва эълон карданд ки дар ин ҷо иштибоҳ шуд қаҳрамони ҷаҳонро ба варзишгари Озарбойжон эълон карданд лекин аз тарафи доварон беадолатӣ буд барое ки Акмалиддин дар ҳамон ҷо чемпиони ҷаҳон шуда буд на танҳо ҷараёни рақобат балки гузоришгари рус ҳам таъкиду ишора ба ғайримунсифона бидуни ҳукми доварон мекарду мегуфт ки қарори онҳо ҳақиқати мутлақ нест акмалиддин худ ва ҳаводоронаш низ ин нобаҳаққиро медонистанду ҷуз ашкҳои пушаймонӣ рехтан дар баробари доварони ҳадношиносу худоношинос илоҷи дигар надоштанд ин зояи гарони ҷубронопазире буд на танҳо барои акмалиддин балки ба фикри мо ба шаъну эътибори гӯштии самбо низ латма заду доғи нангин овард кош ин мазъияти истисноӣ будӣ барои паҳлавони мо аммо на ки боз ҳам онро дар баробари ӯ зимни маъракаҳои дигар раво шумурданд ва мо дар ин чемпионати ҷаҳон сазовори ҷои дуюм гаштем ва хеле ба ватан баргаштем хеле рӯҳафтода шудем хеле зиқ шудем ва устод Маҳмадшариф Сулаймонов ба мо тавсия доданд ки ин варзиш аст рӯҳафтода нашав машқ худро давом диҳед ва баъдан омадем дар хона хеле аз ҳамин сабаби зиқӣ модарам хеле зиқ шуданд бачарам хеле ғалтон дидам чихел кард базури мехад ҳаме қақ идиот чихел ҳаме касал мешам дина мезана дина таптап мезана дини чифоя хел мезана вой вой мегум телевизор бикше телевизор бикше намоне хак насиб барои чи зиқ мешин шояд акмалиддин ин дофнашу дофи дигар мешавад охи чор панҷ бор шидас намехел мекуна мебинам наметиҳам мебинам намешава бачам зиқ мешава мегирия баъд ма намегири рӯзе ки ман омадам бисёр аз сабаби зиқӣ модарам ба фишорбаландӣ вақте ки бемор шуданд ва тӯли чанд сол аст ки то ҳол дар ҷой бемор ҳастанд дар ҷога ҳастанд ва сабаби ҳамин беморшавии модар аз ҳамин зиқии мо ки фарзанди ман ғолиб шуд мағлуб шуд гуфта аз бисёр фикр ба ҳамин беморӣ гирифтор шуд баъд ман мегирем ҳами хел гарданакш мебинам мекунам дуруст меёрам намекунам Муҳаммад Шариф Сулаймонов ба сифати як мураббии одилу чашми кордону ҳақиқатҷӯ дар нисбати тақдири шогирдаш бештар аз ӯ дар изтиробу эҳсос буду дар хуни худ бирён ки барои барқарор кардани адолат намедонист гиребонгирӣ кӣ шавад ноҳақӣ доварон мешавад мана нобаробарӣ мешавад холои Акмалиддинро намедиҳанд ин чӣ хел бахту чӣ хел толие ки ҳар сол ба ҳамин воқеа дучор мешавад ва Акмалиддин Карим ноком чандин дафъаҳо ман мегӯям ки оби чашм мекунад гирия мекунад то ҳатто ман бо ҳамун судияҳо қад ба қадам шудем соли 2015 ки дар чемпионати ҷаҳон дар шаҳри Касабланка давлати Марокаш баргузор гардид
در واخری فینالی پس از اشتاک دادن داور اصولی لا دادن دست رو استفاده برد. طبق قویده گوشتینی سم با ورزشگر رو باید آگاهی تیان تنبه دو خول برای ورزشگر دیگر یکین از سبقتی نهایی محروم کنن ورزشگر رو. من جای اول و ورزشگر گرجی سزاوار جای دیم. بازم خیلی به هر راه و به هر یک واسطه به هر یک بهانه پیش میارن داور رو. در این چمپیونات جهان سزاوار جای دیم شدم. یک مرتبه دیگر باز در چمپیونات جهان در شهری ناریتا دولتی ژاپن که باز در واخر نیم نهایی با پهلوان گرجی من امتیاز به دست آوردم، خول به دست آوردم و خولهای ما رو داور رو به انابت نگرفتند. قهرمان قصه ما را چند راه دیگر معرکه و میدانداری های سطح و درجه مختلف گیتی در عرصه های هنرآزمایی انتظار بود. من جمله سال 2012 در شهر مسکو فدراسیای روسیه مسابقه محتشم سامبو برای دریافت جایزه اسلانبک اسلخموف این پهلوان سرشناس ملت و میهن به میدان آمد. این پیروزی های همواره و پیوسته چی که اکمالدین نه یک بار و دو بار لوبال همساله بدین منوال در معرکه های فراجهانی شرکت می‌ورزید. سال 2014 باز در شهر بورگاس بلغارستان جام جهان را مال حلال خش ساخت. خود همان سال سوپر جام جهان را به دست آورد. سال 2015 باشد در سه معرکه یک مسابقه سامبو در شهر مسکو برای دریافت جایزه اساسگذار سامبو آناتولی خارلامپیف، دیگری برای دریافت جایزه پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف و سومینش دوباره برای دریافت جام اسلانبک اسلخانوف شرکت و هنر نمیدو سه نشانی طلای معرکه های مذکور را به خزینه دستمزدهای هم خود و هم سامبوی وطن ضم کرد. اگر پهلوانا فرض کردیم که دو سه منه چمپیونات های جهان اگر پای در هم روند ماندشوی را حفظ میکنند، اکمالدین بسیار یک بچه وطن دوست و این قدر با تمکین هست که علاکه اگر از یک و سبقت های جهانی رو اگر ما پیش رو بیاریم سه مرتبه از چمپیونات جهان یک مرتبه جای سیم و سه مرتبه جای دیم آورده است. اگر مدال های به دست آوردگی اکمالدین امروز اگر ما بشماریم شاید از اکثریت پهلوانان از جهت شماره برتری داشته باشند، زیرا که اون در بین نورسان در بین جوانان در کدام سن و سلی که وای در عرصه بین المللی گوشتین گرفته است البته دست خالی برنگشته است. با همین منوال اکمالدین هر سال در چمپیونات های جهان که در گرد و گوشه های مختلف سیاره صورت می گرفتند شرکت میکرد و به دریافت نشان های نقره و برنجی شرف یاب میشد و سال 2017 از شهر سوچی فدراسیای روسیه نیز با مقام دوم خود را قناعت داد و خلاص که با اقرار قهرمانی ما فقط در همین عرصه میدانداری نوحقی داوران را در خود احساس نکرد. در این مسابقه من سه غلبه به دست آوردم، در آخری فینالی راه یافتم با پهلوان روس. این سببی وقتی که من در آخری فینالی شکست خوردم پهلوان روس رو من در دیگر چمپیونات های جهان جام جهان مغلوب کرده بودم، ولی ورزش است از سببی خودباوری زیاد من آخری رو در آخری فینالی حسابی 4-0 شکست خوردم. باری اول است که در تاریخ ورزشی من 4 امتیاز مغلوب شدم و سزاوار جای دیوم شدم در این چمپیونات جهان. اگر از جهت صفات های جسمانی بگیریم عقیده ما مربیان استادان اکمالدین این است که اکمالدین از همون 5 صفات جسمانی شاید از 4 صفات اون علاقه در سطح بین المللی از یگان پهلوان بین الملل خفا ماندگی نیست، در همون صد علاقه آمادگی دارد. فقط یک چیز است که شاید من فکر میکنم از مربی آن کس محمد شریف سلیمانوف در باره صفت بقوتی آن باید کمتر زیادتر البته تمرین کنند، زیرا که اکمالدین باید در وزن خودش نسبت به اون صفت هایی که مثلا هم چالاکی و هم چقانی و سرعت نوکی و چندری و دیگرها اگر قوتش از
هموزنانی خود اگر کمتر بخواتر باشد من باوری دارم که اون دست خالی برنمیگردد. چمپیونی آسیا اکمالدین کریموف در وزن سبک 57 کیلو میبراید. کریم است. آلامورف پیراهن کبود باور کرده است نماینده ترکمنستان. دیداری اول است اکمالدین کریموف حالا. سال 2018 میزبان مسابقه محتشم دنیا صحیح‌تر از چمپیونات جهان شهر بخارست کشور رومینیا بود و شرکت‌دار این مسابقات بیشتر از 80 دولت گیتی را تشکیل می‌داد. از کشور ما هم منتخب سامبو جمهوری با رهبری سرمربی نصیر بازار سفربر شده بود و در هیئت یکچین تاجیکستان اکمالدین کریموف هم شامل بود. هر موفقیتی به دست میاریم ما تنها در دستگیری پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی میبینم که امروز دسته منتخب تاجیکستان ببین که نه وابسته به دوری راه نه وابسته به مشکلات مالیوی نگاه نکرده دسته منتخب رو پورا سفربر کرد که این باعث اون است که ما صاحب 4 مدال شدیم و در بین 82 دولت بیرق جمهوری تاجیکستان بلند برداشته شد و جای سیم را گرفتیم که این برای ما افتخار است. در این میدان ننگ و نبرد و ناموس و نام اکمالدین نخست با نماینده ترکمنستان کریم آلانوروف با میدان آمد. با میدان آمد و محاربه کرد و او را مغلوب نمود. در مرحله دیگر گوشتگیری عدیلیب سیاجانوف پهلوان قزاقستانی با سامبوچی ما زورآزمایی نمود. اکمالدین با این حریفش هم در انگیزه وطنخواهی سختی سخت در افتاد و در نتیجه با 2 امتیاز سرفکنده‌اش نمود و از معرکه بدر. اکنون روحش را به دور نیمه نهایی هموار ساخت. در این دوره رقابت ها رقیب سرسخت اکمالدین وختنگ چیدراشویلی گرجی بود. این مرتبه سوم است که در چمپیونات جهان با این پهلوان گرجی ناعدالتی میکنند داورا و خود داوری درجه بین المللی از گرجستان مربی امین ورزشگر چیدراشویلی وختنگی به من بارها گفتند که من واخری که تو وقتی که با شاگردی من خوازمایی میکنی این واخری رو من میخرم مثلا مسئلیت پیشکی میکنن دوبارا که مثلا نمید ورزشگری تاجیک رو انتیازوش رو به این عباد نگیریم و نتواند که در واخری فینالی یا که در دیگر واخری ها راه یابد. من شوید قریب 4-5 مسابقه هستم که با پهلوان گرجی این قریب چور این دفعه پنجم دفعه بود به فکرم که امسال من در این دولت رومیا باز وای چمپیون شد. این امون اساسی این کار در دست همون مربی داوری رشید امیل میگن از گروزی هستای از گرجستان و در بین داورانی بین المللی خیلی شهرت دارد و اگر خطا نکنم مافیوزی کلانترینی بین داوران هم وای است. من چقدر سالی که من همراهی کردم با اینا و رفتم در چمپیونات های جهان فقط با همی پهلوان گرجی نوحقی داوران می شد من نوبروبری می شد خالوی اکمالدین رو نمی دین. من می دانم اکمالدین با چی زحمت ها با این مرتبه ها آماده است. با قول دیگر فرزند دهقان است. با زحمت در تولو بزرگ شده است. مرحله های مشکل
برای کل مخلصان و مردم تاجیکستان رقابت دوی این سمبوچی نامی و مشهور خیلی مهم و ضرور بود که تو گفتی با مثال در وطن با گوی رقابت اکملی دین هر هموطن نزد تلویزیون نشسته بودند و از پهلوانشون امید و آرزو و باوری پیروزی داشتند و از درگاه پروردگار هم همین طلب و خواهش را. باز هم رقابت ایشان مشدد جریان داشت و مردم مشوش بودند که چی می شده باشد. وقتی که ما گوشتین اکبرالدین در عرصه بین المللی تماشا میکردیم با جمع همه استادان دانشکده تربیه اسمی تاجیکستان به نام جهان پهلوان سید مومن رحیموف، باوری داشتیم که اکبرالدین امسال نسبت به دیگر سالها باز گوشتینش فرق میکرد کمتر و گفتیم که باید با مدال طلا به وطن برگردد. افسوس ولیکن در مسابقه های بین المللی هم بعضا میشود که از طرف داوران بین المللی بعضی خطای کمتر هم صادر می شود. نوبت دیگر حالا ببینید سمت دیگر رو پیشا گرفته است اکبرالدین، اما رقیب رو برای پیدا کردن سمت مناسب بالای سر کیت گرفتن رقیب رو پیدا کردن. هرچند اکبرالدین بارها با چند پرتوفای زیبا دست یافت و از اصولهای جالبی سامبو کار گرفت، ولی طور کردکاران رشته قائل شدند سامبو که مال روسیه است و داوران جانب نماینده گرجستان بودند باید پیروزی بر منفیت وقتنگ چدراشویلی می شد که صد آه و افسوس همین خیل شد. بدبختی در آن است که وقتی که با حریف خود گرجی برای برآمدن به بازی های نهایی قوازمایی میکند، در همین جا از طرف داوران هم باز تکرار میشد، بی‌عدالتی شد و پرتافت اکبرالدین کریموف را وقتی که پرتافت چهار خال میکند پرتافت اکبرالدین را حساب نمیکنند. باز همون من شرکت نکردم در دولتی رومینیا در پایتختش بخاریست و این سال هم ما با طرز آینه نلگو نگاه کردیم که همون رفتاری که پیشتر کرده بود همون رفتار پهلوانی ما رو نواقی کردن و داوری بین گلیم داوری قزاقستانی رو با وای پیشکی مسئلیت کردن و خالی چهار خالی من از چهار خالی به دست آورده اکبرالدین با پرتافتی که از هوا پرتافت با زمین یک طرف چهار خال داده می شد، همین خالا رو داده نشد. وقتی که نشان دادم من گمانم که دو خال است، خوب نشان ندادم، ولی بعد نوار رو دیدم در حقیقت چهار خال دست از اقلا از چهار خال یک خالش هم می دادن که اکبرالدین کریمو غلبه می کرد. باز این بچه هم خیلی ناکام شد، گریه کردم، منم از همینجا آبی دیده کردم. وقت آخه زیغ میشم چکو کنم، زیغ زیدنم که نیست نکی زیغ میشه، مادر ایزار، مادر چخیلن همین خیلی دل نکفه، دینم هم تا زد غلطیدم، خوزی دینم دل دردم، کسال دینم چخیل برای فرزان غم نمیخوری. سه سال گم ندادم، خب همه خیلی چی نمیدونستم دنیا چقدر نه وقت دهنم بوشید در نومی خدا بمرم نه دهنم بوشید یک سه سال گشتی دهنم بوشید سه سال خب هیچ گم نمیدادم. این وخری رو فقط داورها بین خود مثلا مسلحت میکنن، در دیگر داوری در داوری قزاق مبلغ دادن و این وخری ما رو با پهلوان گرجی قوازمایی کردم، این وخری رو خریدم و داوری درجه بین المللی از گرجستان با ما بارها با من گفت که من در دیگر داورها مبلغ میتیم و امین سبقتی تو رو میخرم که من در دیگر سبقت ها راه نیابم. دورتر میگیرد وقت خیلی کم باقی مونده است، خیلی وقت به انجام رسد. متاسفانه 1-0. دیده دوستان عزیز چونین حالت ها هم می شود، پهلوان گرجی را دست بالا می بیند. اوه اکبر
اکمالدین دیگر دل سرد و دل شکسته و با حال زار و ابگار به قصد دریافت نشان برنجی با پهلوان اوزبک شهزاد تگیف رقابت انجام داد و او را هم با حساب 3-0 مغلوب ساخت و متاسفانه بر تخت قهرمانی که مقام و مرتبه او را همان جاست بر نشد و نشان برنجی را آویزه گردنش دید. جوی باس نیست باور کنید 100% درست است. برعکس حال اکمالدین رو قبلا با مقام دیگه بردن آن باکن است. دوستان عزیز ما را همراه باشد، ما از کارگردان خواهش میکنیم انکترش از نوروز مقیموف با تطم دیگر گزارش کنید. خیلی رو افتاده میشوی، دل شکسته میشوی، این ورزش است و استاد ما چندین بار در همین خیلی ناحقی‌ها روبرو شدیم و استاد باز هم استاد محمد شریف سلیمانوف با ما توصیه دادن، نصیحت کردن که این تقدیر است، ورزش است، صبر کنید، طاقت کنید، به همه همون قلعه بلندی ورزشی نایل میگردی و ولی چی علاج و این تقدیر است، صبر میکنیم و کوشش میکنیم که باز تمرین خود رو دوچند کنیم و رو افتاده نشویم، هم خیلی رقابت کنیم در مسابقه جهانی، پرچم تاجیکستان از خود رو در عرصه بین المللی بلند برداریم. او دیگر از خطر شکست خورده های پیروز نیستی استاد بزرگوارم خال محمد مولان خدا بیامرز همینش گفته بود، کاش می بودی قهرمانی پهلوانی پسندیده ات رو می دیدی. اکمالدین نیز به شمار با این مرد عرصه قلم و علم صحبت های ویژه داشت و از سوز و گداز درد قلبش پیش او شکوه و شکایت می برد که در قبال قهرمانیش یک طایفه داوران حد ناشناس و حق ناشناس نوجوان مردی و فرومایگی را حتی آشکار روا می دیدند. اما برز و بازو و اراده و نیرو، ذوق و خواهش و عشق و محبت ناتمامش را در گوشتگیری و میدانداری به هیچ وجه از جسم و جانش یارای برآوردن نداشتند. این که در این مسیر ناهموار فراتر 20 سری سال به نقد نورسی، به نقد نیرو و توش و توان و روح و روانش این گزاره را گذشت، هروینه زحمت هایش، عذاب های علیم و شکست هایش را که روز به هزار باره چو زخم ناسور با جگرش شبه نیش ناخون پیخوره های خونین خنجر میکشند خودش میدانست و خدای توری سر. حتی مادرش از شکست های همواره بچه تلخ تقدیرش رنجور شد و از پا زد، بیماری بیستری شد و کنج خانه را اختیار کرد. اکنون این مادر علم دیده با همه خوشبختی های دهر و دون حق کامل دارد. عنوان دیر انتظار و حلال حلالت بود ای پهلوان واقعی عرصه های مختلفی عنوانجویی گیتی. ما از اکمالدین کریموف در آینده های قریب به صفت مربی تجربه سوده پهلوان های تازه را انتظار خواهیم بود. بادا که چنین بوده.